آیا درسته که بعضی از علما گفتن حجاب واجب نیست؟ تو قرآن که نیومده موهاتون رو بپوشونید، پس چرا آخوندا میگن روسری سر کنید؟ اصلا حجاب نه عقلیه، نه علمیه، نه اخلاقی و نه عرفانی، فقط یه مسئله فقهیه. الکی شلوغش کردم. خاک بر سرم، چرا اسلام به زنان فرموده تمام بدن شما عورته؟ بذار خیالت رو راحت کنم آج آقا. یه دختر با حجابش داره به بقیه میگه همتون قصد تعرض به من رو دارید و هوس بازی، به همین خاطر من خودم رو دارم میپوشونم. غیر از اینه؟ تا آخر این کلیپ با ما همراه باشید تا به همه شبهات انشالله پاسخ بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، بنده مصطفی محمدی هستم در خدمت شما این بار که دیگه از شبهات آقای زئوس، این بار با موضوع حجاب در اسلام. ابتدا عرض کنم که این کلیپ رو اصلا با خانواده و یا در حضور بچه‌های کم سن و سال نگاه نکنید، چون شاید تصاویر نمایش داده شده و الفاظی که بیان میشه کمی به دور از حجاب و حیا باشه. ضمناً از این به بعد دروغ شمار هم فعال شده تا ببینیم جناب زئوس در هر کلیپ چند تا دروغ به مخاطبینش تحویل میدن. خب سریع بریم سراغ کلیپ. حجاب یکی از احکام فقهی اسلام هست، یکی مورد درون دینی هست، در همون دین هم جای اختلاف دینداران هست. یعنی برخی از مفسران با استناد به قرآن حجاب رو واجب می دونند و برخی دیگه از مفسران با استناد به همون قرآن حجاب رو واجب نمی دونند. بالام جان، کار مفسر تفسیر قرآنه، نه بیان وجوب و حرمت حکم، بلکه این کار مختص فقیه که واجب بودن یه حکم رو هم از قرآن و هم از روایت استنباط کنه، نه فقط از روی یک آیه. ضمن کدوم فقیه میگه حجاب واجب نیست؟ مردی نام ببر، برید فتاوای فقهای شیعه و سنی از قدیم تا جدید رو بررسی کنید، ببینید چند تاشون گفتن حجاب واجب نیست. حجاب از مسلمات و ضروریات دین اسلامه و همه روش اتفاق نظر دارن و فقط سر محدودش برای پوشش صورت و کف دست ها و مچ پا اختلاف نظره، نه پوشش سر. اینم دروغ اول. بزرگواران، میدونید ایشون این اطلاعاتش رو از کجا به دست میاره؟ بله، از ویکی‌پدیا. و فکر میکنید ویکی‌پدیا نظرات کیا رو نوشته؟ مراجع تقلید؟ خیر، آقای محسن کدیور و احمد قابل، دو نماینده آقای منتظری که آقای زئوس بهش میگفت آخون خوبه، یادتونه؟ هزاران عالم و مجتهد رو ول کرده رفته چسبیده به کیا. ما نظر شاذ یه عالم و فقیه رو به همین راحتی قبول نمی‌کنیم، چه برسه به یکی که شاگرد فقیه هم حساب نمیشه. البته خود ویکی‌پدیایی که توسط خود کاربرا نوشته میشه هم اعتراف میکنه که تمام فقهای معاصر شیعه حجاب رو واجب دونستن. در آیه ی سوره نور قرآن به زنان سفارش کرده که روسری هاتون رو روی سینه‌تون بندازید. یک عده میگن منظور خدا این بوده که علاوه بر پوشاندن سر سینه رو هم بپوشانید. یه عده ای هم گفتن که نه، به پوشاندن سر اشاره ای نکرده. خلاصه این آیه هم مثل اکثر آیات قرآن مبهم و نامفهوم هست. واقعا متاسفم برای شما که متوسل به مغالطه نقل قول ناقص شدید تا مخاطب بیچاره که تحقیق نکرده رو به گمراهی بندازید که بله، قرآن فقط همین یه آیه رو درباره حجاب گفته. بزرگواران، فقط کافیه آیه 59 سوره احزاب رو که به آیه جلباب معروفه رو بخونید. در این آیه به صراحت و روشنه میفرماید که جلباب که مدل روسری یا مقنعه بلنده رو به خودتون نزدیک کنید، یعنی علاوه بر اینکه سر و سینه رو باید بپوشونید، باید جلباب رو به خودتون نزدیک کنید تا واز و ولو نباشه. اما دروغ دوم شما که میگید اکثر آیات قرآن مبهم و نامفهوم هستن، انگار مثلا قرآن به خط میخی و رمزی نوشته شده. عزیزان، شما رو به هر چی قبولش دارید، یه بار این دو آیه، یعنی آیه 31 سوره نور و آیه 59 سوره احزاب رو بخونید. انصافا مبهمه، نفهمیدید چی میگه. یه آدم بی سواد هم منظور قرآن رو میفهمه، اما معلومه که آقای زئوس یا نفهمیده یا نخواسته بفهمه. این که میگیم درون دینی هست، یعنی موضوعی عقلی نیست، موضوعی اخلاقی نیست، موضوعی علمی هم نیست. در درون دین هم یک موضوع اخلاقی محسوب نمیشه، یک موضوع عرفانی محسوب نمیشه، فقط یک موضوع فقهی است، یعنی موضوعی ظاهری و دنیوی است. اوه اوه اوه، دمت گرم بابا، در همین چند ثانیه 6 تا دروغ گفتی.
اولا کی گفته عقلی نیست؟ یک انسان عاقل میگه من نباید زمینه به هوس افتادن غریبه ها رو فراهم کنم تا مورد تعرض قرار بگیرم. فقط جلوی محارم من میتونم بدون حجاب باشم چون اینا از خودم هستن. این غیر عقلانیه؟ بله، شما آتئیستا که خودتون رو از نسل میمون میدونید، همونطور که یه میمون نیازی به پوشش نداره، حجابم برای شما عقلانی نیست. بله، طبق اصول حیوانی هیچ دلیل عقلانی برای پوشاندن عورت نیست، چه برسه به موی سر زنان در برابر اونم نامحرما. گفتی اخلاقی نیست؟ بزرگواران، طبق اصول انسانی حجاب اخلاقیه، همونطور که نیاکان ما قبل از اسلام حجاب داشتن. اما طبق اخلاق حیوانی هم شما آتئیستا که میشه با حیوانات و مادر و خواهر و دختر رابطه برقرار کرد، معلومه که حجاب اخلاقی نیست. دقیقا مثل طویله که گوسفند پسر به گوسفند مادر میجهه و هیچ اشکالی هم واسه شون نداره و گوسفند پدر اونور داره علفشو میخوره و این صحنه رو میبینه. طبق این دیدگاه شما 100% حجاب اخلاقی نیست، این که معلومه. اما در دین سراسر عقلانی و اخلاقی اسلام، یکی از برترین و بالاترین فضایل اخلاقی برای مرد و زن داشتن عفت و حیا و پاکدامنیه، به خصوص در پوشش. ببینید پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم چطور برای زنان با عفت دعا میکنند. میفرمایند پروردگارا زنانی که خود را پوشیده نگه میدارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان. در جای دیگه پیامبر اکرم میفرمایند ای زنان، خود را با پوشش اندام و جسم از دیدار نامحرمان باز دارید که زنان هرچه پوشیده در باشند سعادتمندتر هستند. و کلی روایت دیگه که در کتب احادیث پره. حالا این همه روایت درباره حجاب و نقش اون در سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت ربطی به اخلاق نداره؟ ضمن میگه علمی نیست. یعنی چی؟ یکی از زیر مجموعه های علوم اجتماعی جامعه شناسیه و یکی از مهمترین سرفصل های این علم بحث خانواده است. هر چیزی که سبب تقویت بنیان‌های خانواده و حفظ حریم شخصی بشه میشه ارزش و حجاب هم دقیقا هم این کارو میکنه. لذا این علم مهر تایید بهش میزنه و داشتن حجاب هم علمی خواهد بود و هم عقلی. اما اگه شما هم مثل بعضیا که اونقدر در فرهنگ غرب مزمحل شدن باشید و فقط هر چی که غربیا بهش علم میگن رو شما هم علم حسابش کنید، بله، اونا حتی همجنس بازی رو هم برات علمی جلوه میدن و واسهش ژنوم هم اختراع میکنن. اما گفتی عرفانی نیست؟ آخه تو چی از عرفان میدونی که نظر میدی؟ اولین قدم برای ورود به عرفان رعایت تمام واجبات و محرمات و حتی انجام مستحباته. مگه میشه با بی حجابی که گناه کبیره است عارف شد؟ بابا یکم فکر کن بعد اینقدر تابلو دروغ بگو. گفتی فقط یه بحث دنیاویه. آخه بنده شیطان، کدوم عمل در شریعت ربطی به عالم ملکوت و آخرت نداره؟ ریزترین مستحبات هم اثر اخروی داره، اون وقت یکی از ضروریات دین که آیه قرآن هم واسهش داریم اثرش فقط دنیاویه؟ این همه حدیث درباره عذاب بیهجاب ها واسه دنیاست؟ حالت خوبه شما؟ به به، 8 تا دروغ تا اینجا. آخه برخی مسلمان ها سعی دارند بی حجابی رو بی اخلاقی قلم داد کنند، اون رو بی بندوباری بنامند، حجاب رو طبق اصول عقلانی بدانند و حتی شده بگن که دانشمندان اخیراً کشف کردند که از موی سر زنها اشعه‌ای خارج میشه که اثر مخربی بر مردان داره. خلاصه میخوان حجاب رو علمی اخلاقی بندوباری جا بزنند. خب به ما چه؟ مگه حرفای ذوقی یه عده مسلمون به معنی درستی اونهاست؟ مثلا یه عده مسلمون گفتن آیات سوره مدثر اشاره به کرونا داره، یا آیه 109 سوره توبه مربوط به 11 سپتامبر. پس نتیجه بگیریم که دین اینها رو گفته؟ این چه حرفیه؟ اما در جواب اون مسلمونا، این اشعه چقدر باهوشه که از قبل دیتکت میکنه که طرفش نامحرمه یا نه، بعد اشعه بارونش میکنه. آخه بالام جان، موی سر محارم ما با نامحرما چه فرقی داره؟ پس چرا دیدن موی سر اجنبی ها و خارجی ها بدون شهوت اشکالی نداره؟ نکنه فقط موی زنهای مسلمان مجهز به این سیستمه؟ ببین چه چیزایی به اسلام میچسبونن. در اسلام مردان و زنان باید عورت خودشون رو بپوشونند. عورت چیه؟ چیزی که زشته، عیبه، انسان از اون شرم داره و مقصود آلت تناسلی هست. آقای زئوس، تو شیری، شیر، خب من الان چه اراده‌ای کردم از لفظ شیر؟ الان منظور من کدوم معنای شیر بود؟ شیر جنگل، شیر گاو یا شیر دستشویی؟ ها کدومش؟ یه آدم سالم که قرض و مرض نداره وقتی یه لغتی رو میشنوه میگرده دنبال قرائن که منظور گوینده چی بوده و از خودش معنی نمیکنه.
اگه عورت به معنای آلت تناسلی و یه چیز زشته، خب این آیه رو چجوری معنا میکنید؟ آیه 58 سوره نور، آیه میفرماید بچه هاتون باید 3 بار در شبانه روز قبل نماز صبح، هنگام ظهر و شامگاه ازتون اجازه بگیرن و بعد بیان پیش شما. چرا؟ چون این 3 هنگام برای شما عورت است. ثلاث عورات لکم. خب عورت یعنی اینجا زشت؟ یعنی آلت تناسلی؟ خیر، یعنی وقت خصوصی و خلوت که هیچ کسی نباید دسترسی بهش داشته باشه مگر با اجازه. آیه بعدی آیه 13 سوره احزاب، گروهی از آنان از پیامبر اجازه برگشتن میخواستند و میگفتند ان بیوتنا عورتن و ما هی به عورتن. آیا درسته بگیم خانه های ما زشت هستند، خانه های ما آلت تناسلی هستند؟ خیر، یعنی خانه های ما بدون حفاظه، در صورتی که بدون حفاظ نبود و آنان جز فرار را قصد نداشتند. پس ببین، سر ما رو که نمیتونی گول بزنی و با لغات بازی کنی. هر کلمه در هر جمله یه بار معنایی داره و تو حق نداری اینجا مغالطه اشتراک لفظ کنی. عورت در اصطلاح فقه یعنی هر چیزی که نظر کردن اجنبی به آن بدان جایز نباشد، مثل معنای پرایویت که در لغتنامه انگلیسی هم به معنای خصوصیه و هم به معنای آلت تناسلی اومده و هم به معنای خلوت، که دقیقاً این معنا همون معنایی که در آیه 58 سوره نور اومده. دروغ نگفتی، ولی دو تا مغالطه اشتراک لفظ و نقل قول ناقص انجام دادی. پوشش عورت مردان در اسلام در حد 1 مایو هست، ولی پوشش عورت زنان در حد تمام بدن زن هست، مگه صورت و دستان که به ناچار نمیتونه پوشیده باشه. یعنی با عرض معذرت، این دین مبین تمام بدن زن رو عورت تلقی میکنه، مایه شرم تلقی میکنه، انگار که زن سر تا پا عامل هوسرانی هست و باید از شرم خودش رو بپوشونه. اینم یه دروغ دیگه. اسلام هیچ وقت نفرموده که زن مایه شرمساری و عامل هوسه. سندش رو بیار که دین ما زن رو اینطور خطاب کرده. اما اینکه گفتی تمام بدن زن عورت و مایه شرمه، اگه اینطوریه پس چطور میتونه جلوی محارمش بدون حجاب و با لباس راحت باشه؟ در اینجا خب اگه تمام بدن زن از موی سر تا ساق و مچ پا عورت باشه، عورت به همون معنایی که برای مرد گرفتی، یا آیا زن نمیتونه با تاب شلوارک جلوی محارمش ظاهر بشه؟ چرا؟ چرا میتونه؟ در فقه ما هیچ اشکالی نداره. امام خمینی در توضیح المسائلشون نوشتن مرد و زنی که با یکدیگر محرم هستن مثل دایی و خواهرزاده، اگر قصد لذت نداشته باشن میتواند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنن. آها، حالا فهمیدید؟ عورت در اینجا دقیقاً برای مرد و زن یعنی همون محدوده آلت تناسلی، نه تمام بدن. دیدی بازم دروغ گفتی؟ بذار بهتر توضیح بدم. بزرگواران، آیا مرد میتونه لخت مادرزاد جلوی پدر مادرش و محارمش ظاهر بشه؟ مسلما خیر، چون باید عورتش رو بپوشونه. قبول؟ علاوه بر این، نگاه کردن زنهای نامحرم به یک مرد که فقط 1 مایو تنشه، اینم حرامه. فقط سر و ساق دست و پاها که معمولا پوشیده نمیشه جایزه که بهش نگاه بکنن، و بقیه بدن مرد برای زنان نامحرم عورت محسوب میشه. یعنی هم بدن مرد برای زنان نامحرم عورته و هم زن برای مرد. البته برای زنان محدودش بیشتره، نه اینکه برای مرد فقط محدوده آلت تناسلیش عورته، ولی برای زن کل بدنش. چقدر با خباثت رو گفتی آقای زئوس. اینم دهم میشه. پس متوجه شدید که با چه پلیدی آقای زئوس داره زور میزنه که اسلام به زن گفته عورت به همون معنای زشت، در حالی که اگه به زن گفته میشه تمام بدنش عورته، یعنی خصوصیه و هر کسی حق نداره بهش نگاه کنه. اتفاقا این ارزشمند بودن و حساس بودنش رو نشون میده. همیشه محرمانه بودن نشان از اهمیت، نه بی‌ارزشی. بی‌ارزش بودن احکام حجاب رو میتونید از احکام مربوط به کنیزان مشاهده کنید. رعایت حجاب برای کنیزان واجب نیست. نه تنها واجب نیست، بلکه طبق فقه شیعه و سنی باید کنیزان رو از حجاب منع کرد. هم از عمر و هم از امام باقر روایت کردند که کنیزانشون رو به خاطر اینکه حجاب کردند کتک زدند. کنیزان باید سر و سینه‌شون عریان می بود، چرا که اینجوری از زنان آزاده قابل تشخیص بودند. هدف از حجاب چیه؟ اینکه مردا هوس نکنند؟ پس چرا کنیزان از حجاب کردن منع می شدند؟
کنیزان مگه زن نبودند؟ بازم راست و دروغ رو با هم آمیختی. اینکه عمر ابن خطاب کنیزان رو میزد بابت حجاب داشتن درسته، اما این حکم هیچ ربطی به قرآن و سنت پیامبر نداره، چون از آیه برداشت میشه که حجاب برای کنیزان واجب نیست، نه اینکه حرام باشه. یعنی اختیار دادن حجاب داشته باشن یا نه، البته نه اینکه لباس تحریک کننده بپوشن، خیر، یعنی اون شدتی که در حجاب برای زنان آزاد بوده برای کنیزان اختیاریه، نه اینکه کنیزان باید لخ بچرخن، خیر. اتفاقا فقهای ما حکم به استحباب حجاب دادن برای کنیزان، اما اون حدیث از امام محمد باقر علیه السلام هم بر فرض صحیح بودن سندش در حالت تقیه بوده و حتی خود شیخ حرعاملی در وسایل شیعه همین نکته رو میگن، چون در فقه شیعه نداشتن حجاب برای کنیز حرام نیست. و در ادامه یه حدیث دیگه میارن که ابی خالد قماس نقل میکند از امام صادق علیه السلام که پرسید آیا کنیز باید سر خود را بپوشاند؟ آن حضرت فرمود اگر خواست میتواند بپوشاند و میتواند نپوشاند، یعنی مخیره. شنیدم که پدرم میفرمود این کنیزان زده میشدند و به آنان گفته میشد که خود را شبیه زنان آزاد نکنید. وسائل شیعه جلد 4 صفحه 412. دقت کردید؟ حدیث میگه پدرم میفرمود این کنیزان زده میشدن، نه اینکه من میزدم. این سنت رو خلیفه دوم به یادگار گذاشته. امان از خباثت بعضیا. حالا یه چیز جالب براتون بگم، 7 تن از مادران ائمه اطهار علیهم السلام کنیز بودن. مادر امام سجاد شهربانو، مادر امام کاظم حمیده، مادر امام رضا نجمه، مادر امام جواد دره، مادر امام هادی سمانه، مادر امام حسن عسکری حدیث و مادر امام زمان نرجس. کسی جرأت داره یه حدیث بیاره یا یه جایی تو تاریخ بگه که این بزرگواران بی حجاب بودن و زده می‌شدن بابت حجاب؟ به قدری عفیف و معجبه بودن که قابل وصف نیست. لذا اینم دروغ بزرگ آقای زئوس که به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده. غزو ابصارکم عما حرم الله علیکم، ببندید چشمانتون رو بر آنچه که خدا بر شما حرام کرده. طبق تشخیص مراجع خدا نگاه کردن به بدن زن مسلمان رو حرام اعلام کرده. بسیار خوب، اما اگه این دستور به خاطر حفظ مردان از هوسرانی هست، پس چرا نگاه به بدن زنان اهل کتاب حرام نیست؟ اگه مردان مسلمان با دیدن بدن زنان غیر مسلمان به هوس نمیفتند؟ به به، این بابا انصافا خیلی اهل تحقیقه. پیره مردای بی سواد ما هم میدونن که نگاه شهوت انگیز به محارمت غیر از همسرا حرامه، حتی اگه طرف کاملا پوشیده باشه، چه برسه به نامحرما، حتی اگه طرف همجنس خودت باشه. اما نگاه کردن به اعضای بدن زنان کافر و اجنبی که معمولا در عرف اونها مکشوفه بدون قصد لذت، دقت کنید، بدون قصد لذت اشکالی نداره، و اگه طرف بدونه داره به حرام میفته نباید نگاه کنه. خودتون این همه فیلم خارجی میبینید، تو خارج که همه لخت یا با لباس خواب که نمیان خیابون. لذا دیدن اینها اگه برای طرف مفسدی نداشته باشه اشکالی نداره، چون نمیتونه که به همشون بگی که آقا همتون باید حجاب داشته باشید، من وقت چشم به شما نخوره. خب اینجوری که عسر و حرج داره دیگه برای من. در اسلام اگه شرایط ازدواج نباشه همه راه‌های لذت جنسی حرامه، از نگاه به شهوت تا دوست پسر و دوست دختر تا خود ارضایی، همه و همه حرامه. و مسلمون ها فکر می کنند که با این تحریم ها حس جنسی رو خفه کردند. گذاشتن حجاب هم جهت محکم کاریه تا مردی حتی خدایی نکرده هوس نکنه، در حالی که واقعیت اینه که این حس طبیعی وجود داره. اگه به طور صحیح ارضا نشه به صورت خشونت و تجاوز و فشارهای روانی بروز می کنه، و اگه به طور صحیح ارضا بشه آرامش روان میاره. پاک کردن صورت مسئله حس جنسی و تابو دونستن اون چیزی رو اصلاح نمی کنه، فقط باعث ایجاد یک جامعه مریض میشه، یک جامعه خشن و بیمار. آقای زئوس حالت خوبه؟ شما از یه طرف میگه اسلام و رهبرانش چقدر شهوت پرستان و این همه همسر دارن و از این ور ما رو با مسیحی ها عوضی میگیری و ایرادت اونا رو میچسبونی به ما؟ کجا اسلام گفته حس جنسی رو خفه کن؟
اینقدر توصیه به ازدواج به موقع و ساده کرده، حتی صیغه موقت قرار داده برای کسانی که شرایط ازدواج دائم رو ندارن. ارضای میل جنسی که مد نظر اسلام مثل آب خوردنه، و اینی که الان تو ایران میبینید که افغان رستم پیشش کم میارن، اینا اسلامی نیست. بعد شمایی که میگی همش رو اوپن بذار تا مردم هر وقت دلشو خواست در هر جایی با هم آمیزش کنن، این میشه نتیجه جامعه شما که به تمسا هم رحم نمی کنن، به استخونهای جنازه هم رحم نمی کنن، عروسکای جنسی میفروشن، دستگاه اوتوماتیک خودارضایی میسازن، آبربانک ها و باک های ماشین در امان نیست از پیروان تفکرات شما، دختران بی سرپناه رو قاچاق میکنن و دست و پا و زبان و بیناییشون رو قطع میکنن تا مثل سگ خونگی بهشون تجاوز کنن، از هر سه نفر یکی معلوم نیست باباش کیه، آمار بچه دار شدن مادرها از پسراشون، باردار شدن دخترها از باباها و داداشاشون، کوری نمیبینی بعد به جامعه ما میگی مریض؟ بله اگه جامعه ما هم جنسی شده به خاطر پیروی از تفکرات شما بوده. آلفرد کینزی ها، رابرت مورداک ها که خودشو رسما میگن باید بنیان خانواده را نابود کنیم و مفهوم مادر را به لجن بکشیم، تو کجا هستن؟ تو ایران یا آمریکا؟ بعد به ما میگن جامعه مریض، همین که شما خوبید بسته برای ما. میدید علتش چیه بزرگواران؟ اینا واقعا فکر کردن از نسل میمونن و چون در بین حیوانات هیچ وقت مشکلی بابت رابطه جنسی نیست، گفتن بس آقا همه چی آزاد. به قول آلیستر کرولی، چنان کن آنچه خواهی، تمام شریعت این بود. مثل حیوانات هر جا خواستی آمیزش کن. ولی نمیخوان قبول کنن که انسان با حیوان فرق میکنه. اسلام عزیز هم برخلاف مسیحیت کاملا منطقی و راحت با میل جنسی برخورد کرده و شرایطش رو آسون کرده، ولی گفت نباید هر وقت تشنت شد از هر جوب کثیفی آب بخوری، میلت رو بیار در قالب ازدواج آسان. قرار نیست تو مثل گوسفندا هر وقت آمپر چسبوندی جلوی بقیه خودتو آروم کنی. بعضی ها میگن هدف حجاب حفظ مردان نیست، حفظ زنان مسلمان از تعرض مردان هست. انگار که هیچ قانونی برای جلوگیری از تعرض وجود نداره. زنان برای اینکه مورد تعرض قرار نگیرند باید دعا کنند که هیچ مردی به هوس نیفته و خودشون رو چند لایه بپوشانند تا خدای نکرده مردی به هوس نگاه نکنه، وگرنه معلوم نیست که تا چه حدی مورد تعرض قرار میگیرند. در کشورهای غربی این مشکل رو با گذاشتن قانون برطرف کردند. یعنی زن هر جور که دوست داره لباس میپوشه، مرد هم جرأت نداره کوچکترین تعرضی بکنه. برخلاف تبلیغ دروغ مسلمانها، امنیت زنان در کشورهای غیر اسلامی غربی قابل مقایسه با فرهنگ مریض و عقب افتاده اسلامی نیست. وای 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 وای، فدای اون قانونتون بشم که از اداره پلیس گرفته تا زنان کنگره و پارلمان، تا قهرمانان المپیک، تا بازیگران هالیوود، حتی اونایی که محافظ شخصی هم دارن ها، به هشتگ میتو پیوستن. میتو اونا خودشو میگه، یعنی منم همینطور، اونا میگن به منم تجاوز شده. ثمره قانونتون رو نشون بده ببینم، چرا مجبور شدی تجاوز به محارم رو قانونی کنی؟ چون دیگه آبروی واسطون نمونده بود از بس گند زده بودید به مفهوم خانواده. برید فقط مصاحبه این زنان پشت ویترین در بروکسل رو ببینید. زن میگه روزی 50 بار به من تجاوز میکنن. کون قانون قشنگتون؟ با نورهای قرمز با هوای آغشته به الکل و مخدر این خیابان‌ها را میشود شناخت. نزدیک ایستگاه‌های راهن یا منطقه‌های فقیرنشین بیشترند. زنان در ویترین هستند و آبران انگار در بازار برد فروشی قدم میزنن، مشغول تماشا و انتخاب. نویم نیش کاس نیش بان نیش پولساش پنیش ماس ابسولوت نیمیک پریم گریو. این زنان اغلب از شرق اروپای کشورهای فقیر به بعدی زندگی راحت به اینجا قاچاق شدند و اکنون در برابر کمترین مزد ناچارند به تن فروشی. پرمننت کامیرا تام سویم چین زیچ Pindi, persoane. Și am tot așa. Mai bine că n-am sărit, mai bine vrem decât trăiesc așa cum trăiesc am. زنان ما نیازی به دعا ندارن، اتفاقا زنان شما نیاز دارن، چون چیزی در مردهای شما به نام غیرت وجود نداره و طرف به درآمد زنش از تنفروشی افتخار میکنه. این ویژگی یعنی دیاست، یعنی کسی که نسبت به ناموسش بی‌تفاوته. چقدر در دین ما نهی شده و فوش خیلی بدیه بین ما ایرانیای غیرتمند.
مرد مسلمون نسبت به همه زنان جامعهش حساسه که نه خودش نگاه هوس‌آلود بهشون کنه و نه کسی جرأت داشته باشه به ناموس خودش و برادران دینیش چپ نگاه کنه. عوضش زنای شما 2 دقیقه آرامش ندارن که وقتی میان بیرون نمیدونن چند بار میخوان تیکه جنسی بشنون. زن باشه ممالک اسلامی فاسدن. کو امارت؟ میزان خیانت در خانواده غربی رو ببین، میزان حرامزادگی رو ببین، بعد بیا با جوامع اسلامی مقایسه کن. حالا اینی هم که الان در جوامع اسلامی میبینی بازم به خاطر نفوذ فرهنگ غربه نه فرهنگ اسلام. حالا اینو بگم آقایون محترمی که دارید این کلیپ رو میبینید، به هر چی میپرستید قسمتون میدم، اگه تو خیابون، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو محل کار، سر کلاس درس جلوتون یه زن برهنه بگرده، خدا وکیلی، حالا نمیدونم خدا رو قبول داری، طبیعت رو قبول داری، چی رو قبول داری، هر چی قبول داری، کائنات رو قبول داری، هر چیزی که تو قبولش داری، به همون قسم خدا وکیلی میتونید بهش فکر نکنید؟ چند تاتون میتونید جلوی خودتون رو بگیرید؟ یه جوون مجرد فقط کافیه بفهمه دوربین یا پلیسی اطراف نیست، به نظرتون بهش رحم میکنه؟ از شما مردا میپرسم ها، که ما مردا جنس خودمون رو خوب میشناسیم، خانمای محترم ممکنه باورشون نشه. این قانونی هم که گفتی مثل اینه که جلوی نفر گرسنه چلو کباب بچرخونی بعد بگی حق نداری بهش دست بزنی ها. خب چقدر احمقانه و ظالمانه است. هر عاقلی میگه برو تو خونت بخور، چرا دیگران رو تحریک میکنی؟ حالا میل جنسی خیلی بدتر از گرسنگیه، بازم شکم با 2 لقمه نون پنیر سیر میشه، ولی میل جنسی مگه بیخیال میشه؟ طرف اگه دستش برسه حتما ازش کامجویی میکنه ولو به زور، مثل قرب. اگرم دستش نرسه مجبوره بره با خیالش خود ارضایی کنه. ضمناً دروغ گفتی یا این قانونی هم که گفتی هر کسی هر جور دلش بخواد بیاد بیرون و هیچ کسی هم هیچ کاریش نداره اصلا وجود خارجی نداره. شما لخ بیا بیرون اول از همه پلیس دستگیرت میکنه. تو ایرلند یه مرد رو با شکایت یه دختر بچه دستگیر کردن به جرم تجاوز. دادگاه رأی رو داد به مرده چون بررسی کرده بود که مشکل از لباس تحریک کننده دختره بوده. اتفاقاً وکیل مدافع هم خودش یه زن بوده. ضمناً در همین فرانسه مهد آزادی اگه یکی بخواد با پوشیه بیاد بیرون مجرمه و باید جریمه بده. هیچ کسی حق نداره در مدرسه یه حجاب معمولی داشته باشه. در سطح جامعه یه دختر 15 ساله حق نداره روسری داشته باشه. بسیاری از مشاغل اگه با حجاب باشی اخراجت میکنن. این آزادی شما در پوشش؟ واقعاً متاسفم. واقعاً ممنونیم از آقای زئوس که چهره واقعی جامعه آتئیستی رو داره قشنگ به ما نشون میده. خانمای محترم در این جامعه شماها اصلی ترین بازنده هستید، چون ناخواسته در یک مسابقه قرار میگیرید که همه شرکت کنندگانش دیر یا زود شکست میخورن. باید بجنگید واسه خوشگل و جذاب بودن، وگرنه همسر شما رو، نامزد شما رو، بویفرند شما رو حتما یکی خوشگل تر از شما دلش رو میقاپه. چون شما زنها انحصار طلب خلق شدید، دوست دارید مردتون فقط و فقط مال شما باشه و فقط به شما فکر کنه. اما تو این جامعه‌ای که آقای زئوس میگه آخرش چند سال مگه خوشگلی خواهی داشت؟ بکشید خودتون رو 20 سال، بعدش حتما جلوی خوشگلترا باخ میدید، حتی اگه الان ملکه زیبایی جهان باشید. اما اسلام عزیز میگه خانم محترم خوشگلیت رو فقط برای محبوبت نگه دار، به اشتراک نذارش، نذار ازت به عنوان تبلیغ کالاهاشون استفاده کنن تا مشتری جذب کنی. آخه چرا باید یه زن رو لباس مدل سطل زباله بپوشونن تا بیاد وسط مردم منور بده؟ چرا برای تبلیغ شیلنگ دستشویی از زن خوشگل استفاده میکنن؟ چه نیازیه که مهماندار هواپیما حتما باید قد و قیافه جذاب داشته باشه؟ چون فقط میخوان از جذابیتت واسه پول درآوردن خودشون استفاده کنن، وگرنه خودتو که موضوعیتی نداری، چند وقت دیگه هم دموده شدی اخراجت میکنن و تر و تازه ها رو به جات میارن. اون وقت میخوای چی کار کنی؟ این که قلاده بندازن گردن یه زن به اسم آزادی، این ارزش میاره واسه خانوما؟ خانم محترم اگه همین دلبریایی که تو خیابون انجام میدی همین کار رو هم دیگران اگه بکنن، محبوبت دیگه دلش میره پیش یکی دیگه و تو رو مثل دستمال کاغذی کهنه پرت میکنه یه طرف. اسلام به آقایون هم دستور میده آقا حق نداری نگاه هوس‌آلود کنی و همش دنبال تر و تازه ها بگردی. اینجوری و این مدلی که اسلام میگه اگه رفتار بکنی زندگیتون 80 سال هم که ازش بگذره شما عاشق و معشوق هم خواهید بود، حتی بعد از مرگ یکی از زن و شوهر. شما تو بیشتر دوست داری یا بابا خانم؟ بابا جان منه، عمر منه، واقعا عزیز منه. اگه آخرش هم گفتی فرهنگ مریض اسلامی،
پس پادشاهان ایران باستان که زنانشون حق نداشتن بدون حجاب در جلوی مردم حاضر بشن، هم فرهنگشون مریض بوده؟ شما که دم از کوروش و اخامنشیا میزنی و نژاد ایرانی و پارس میزنی، به من بگو ببینم کدوم یک از این حکومت‌ها زنانشون لخت و ملای عام میچرخیدن؟ این حجاب زنان باستان ما. شما حتی ایرانی هم نیستی و فقط لاف میزنی کوروش کبیر، کوروش کبیر. کوروش کبیر الان اگه زنده بود اجازه میداد دختر و زنش رو شما برهنه ببینی؟ شما که دم از شاهنامه فردوسی میزنی، به این بیت میرسی چی با خودت میگی؟ منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده رخم آفتاب. خود اون صهیونیستای عالی رتبه ببین اجازه میدن شما عکسای خصوصی زن و دخترشون رو ببینید، اما دقیقا به شماها میگن تا میتونید هرزگی کنید. تا دقیقا همون طور که اندلس رو با شراب و زنا از مسلمان ها پس گرفتیم، همون طور ایران رو هم فتح کنیم. طرحشون همینه عزیز من. وقتی یک دختر در مقابل شوهر عمه، پسر خاله، داماد و دیگر مردان فامیل حجاب سر می کنه، به نوعی داره میگه که شما میتونید به من از روی شهوت نظر داشته باشید، برای همینه که من از شما حجاب میکنم و دور میگیرم. اینم یه دروغ دیگه. آقایونی که این کلیپ رو دارید میبینید یا میشنوید، هر آینی که دارید مهم نیست، انسان که هستید. انصافا اگه یه زن محجبه رو در یک مجلس ببینید بهتون برمیخوره؟ توهین تلقی میکنید؟ نه آقای زئوس، شمایی که ذهن مریض داری و همه چیز رو جنسی میبینی، این رو توهین حساب میکنی، چون نذاشته تو ازش لذت ببری. خواهشن خودت رو با بقیه قیاس نکن. اتفاقا در دانشگاه اروپا اگه دختری لباس تحریک کننده بپوشه هنگام ارائه دفاعیه، استاد میتونه به راحتی ردش کنه و همین کار رو هم دقیقا یه استادی انجام داد، چون فهمید که این دختر داره با ذهن من کار میکنه تا شیفتش بشم و عیبهای رسالش رو نادیده بگیرم. الان شما واسه گوشیت رمز میذاری، داری به من تهمت دزدی میزنی؟ چون ممکنه بیام گوشیت رو چک کنم. شما واسه خونتون، ماشینتون قفل ضد سرقت میذارید، همسایهاتون، فامیلتون، داداشتون ناراحت میشن و میگن چرا قفلش میکنی؟ یعنی ما دزدیم دیگه. آره آقای زئوس، شما روابط خصوصیتون با همسرتون رو در یک اتاق دربسته انجام میدید یا میرید پیش بقیه؟ چون دیگران ممکنه بهشون بر بخوره. به من ربطی نداره. الان رمز کارت بانکیت رو باید به همه مخاطبینت اعلام کنی، وگرنه داری به ما تهمت دزدی میزنی. اون دختر داره زمینه ایجاد فکر و خیال الکی رو برای پسرای فامیل با این کارش مانع میشه. حجاب یعنی پذیرش برتری مرد بر زن. حجاب عامل دور افتادن زنان از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی است و حجاب یکی از عوامل خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی است. نمیدونم حجاب چه ربطی به برتری مرد بر زن داشت، اونی که عمومیه ارزشش بیشتره یا خصوصی. شما یه کامیون ماسه خالی میکنی جلوی درت و عین خیالت نیست کسی بهش دست بزنه یا نه، اما سنگای تزیینیت رو با آهستگی برمیداری میذاری یه جایی که کسی نبینتش. پس اونی که حفاظ بیشتری لازم داره حتما ارزشش بالاتر و اهمیتش بیشتره. به همین خاطره که رابرت مورداک یهودی میگه اگه زن و مادر رو به لجن بکشیم، تمام جامعه به لجن کشیده خواهد شد، چون خوب میدونه که نقش اصلی رو کی ایفا میکنه. بعدش هم این همه بانوان معجب و مدال‌آور در المپیک داریم که مقامای عالی آوردن. خانم دکتر مریم اسلامی، برتری مخترع سال 2008 در زمینه جراحی آرنج. دکتر زهرا علیزاده، پزشک فوق تخصص قلب، برترین مخترع زن جهان در جشنواره ژنو 2013. خانم دکتر لعبت گرانپایه، جراح و استاد دانشگاه با 54,000 ویزیت و 1,500 جراحی رایگان در مناطق محروم. از خارجی ها خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور سنگاپور، که چه کرد با این کشور که بیکاریش رسید به 1%. 10,000 پروژه بزرگ انجام داد. تمام مالیات ها رو از محصولات سنگاپور حذف کرد و ارزشمندترین پاسپورت رو کشورش الان داره و درآمد کشورش به 2 تریلیون دلار افزایش پیدا کرده. آیا حجابش مانع این همه فعالیت ها شده؟ قضاوت دیگه با شما. اینم دروغ و تهمت بعدی شما آقای زئوس. زمنان بیایید ببینیم در خانواده های محجبه قتل صورت میگیره یا در خانواده بیهجاب، کدومشون آمار خیانت بالاست. دقیقا بزرگواران با افزایش بیبندوباری و خیانت، قتل خانوادگی هم زیاد میشه. زمنان بگو ببینم در غرب که حجاب نیست، قتل های خانوادگی نداریم؟ حتما نداریم دیگه. اصولا الان حجاب اسلامی فارغ از حکم فقهی به صورت نشانه و تبلیغ و تظاهر دین اسلام هست. انگار جایی که زنان محجب نیستند اسلامی وجود نداره.
کی گفته زن بی حجاب مسلمون نیست؟ خیر، کسی که شهادت این رو بگه مسلمونه، ولی حجاب مثل سایر واجبات از ضروریات دین اسلامه، ولی نمود بیشتری تو جامعه داره، لذا خیلی تو چشم داره. کسی که منکر حجاب بشه هیچ فرقی نداره با کسی که منکر نماز و روزه شده، لذا از دایره مسلمون بودن خارج میشه. آیا شما به جامعه که بگه ما مسلمونم ولی نماز نمیخونن میگید مسلمون؟ احکام و ضروریات اسلام مثل قطعات پازلن، هر تیکش نباشن ناقصن و دیگه اون جامعیت و اثر بخشی رو نخواهند داشت. الان به شما آتیستا بگیم اگه حالا داروینیسم رو قبول نداشته باشیم دیگه نمیشه به شما گفت خدا ناباور. خب این از ضروریات مکتب شماست. حجاب، نماز، روزه، حج و سایر واجبات هم برای ما همینطور هستن و هیچ کس حق نداره ذره ازش کوتاه بیاد. ممنون و متشکرم بزرگواران که با ما همراه بودید و این کلیپ رو تا انتها تماشا کردید. خب این بار آقای زئوس 13 تا دروغ به مخاطبینش حواله دادن. امیدوارم شما هر حرفی رو زود و بدون سند قبول نکنید. ضمن اگه چنانچه این کلیپ به درد شما خورد حتما برای سایر دوستانتونم بفرستید و در ثواب نشر معارف اسلام شریک باشید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و منتظر کلیپ‌های جدیدتر بمونید. از همتون التماس دعا دارم، در پناه حق باشید.